بنابراین ما ریکورد رو شروع کردیم و بله، بسیار میتونیم که جلسه رو شروع کنیم. روز بخیر دوستان عزیز، با سپاس از اینکه بعد از یک شنبهتون رو در اختیار بنیاد دماوند قرار دادیم تا سخنان آقای دکتر گرامی رو در رابطه با یلدا و کریسمس بشنویم. قبل از هر چیز من لازم تکرار بکنم که بنیاد دماوند همراهی خودش رو و همدلی خودش رو با جوانان دلیر ایرانی که موجب افتخار همه ما هستن اعلام میکنه و آرزوی ایرانی رو داره که در اون همه عقاید و تفکرات مختلف بتونن در کنار هم با مسالمت زندگی بکنن. آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شط حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بر ایشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ. سپاسگزارم. جلسه ما رو آقای دکتر لطفعلیان با سخنرانی در مورد موضوع جلسه و آقای دکتر گرامی شروع میکنن، بعد از اون آقای دکتر حاجی‌علی گل سخنران محترم رو معرفی میکنن. یک قطعه کوتاه ویدیو داریم که در مورد موضوع جلسه پخش میکنیم و بعد از اون در خدمت آقای دکتر گرامی هستیم برای چیزی بین 55 دقیقه تا یک ساعت و پس از اون طبق معمول بحث پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت. سپاسگزارم آقای دکتر لطفعلیان، ما در خدمت شما هستیم و بعد آقای به سخنران دانشور امروز برنامه بنیاد فرهنگی دماوند، دوست بسیار عزیزم بهرام گرامی و همه دوستان دیگری که به این برنامه پیوستند، صمیمانه خوش آمد میگویم و درود میفرستم. دکتر گرامی کار تحقیق رو در یک سطحی گذاشتن که به راستی کم نظیر و شاید بی سابقه است و در هر مبحثی که تحقیق میکنن سنگ تمام میذارن و تمام اطراف و جوانب موضوع رو آنچنان میکاون که براستی با موجب شگفتیه. و این البته دومین باره که آقای گرامی در برنامه بنیاد فرهنگی دماوند شرکت میکنن. نخستین بار 5 سال پیش بود که درباره گلوگیاه که یکی از موضوعات، یکی از مباحث تحقیق ایشون هست و تا به حال من فکر میکنم کسی چنین تحقیق پردامنه ای رو به انجام رسانده باشه صحبت کردن که استقبال بسیار پرشوری شد از اون صحبت. و خب امروز هم ما مشتاق شنیدن سخنان ایشان در موضوعی که ارائه کردند، یلدا و کریسمس دروغ یک سکه، که خب شما حتما از این سخنان لذت خواهید برد و چیزها خواهید آموخت و من دیگه بیش از این وقت مجلس رو نمیگیرم، فقط به راستی از اینکه دکتر گرامی دعوت ما رو باز پذیرفتن و ما رو با حضور خودشون در این برنامه
شادمان کردن سپاسگزاری میکنم و وقت خوشی برای همه دوستان آرزو دارم. سپاسگزارم. دوستان با درود و سلام و تشکر فراوان سپاسگزارم از اینکه این وقت یک شنبه‌تون رو به بنیاد و به گوش کردن به صحبت‌های جناب دکتر گرامی دادین. خیلی خوشحالیم که شما اینجا هستین و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. قرار بود من جناب دکتر گرامی رو معرفی بکنم که یه مقدار از صحبت‌ها رو جناب لطفیان گفتن، ولی به هر حال منم قسمت خودم یه چیزی مونده که خدمتتون بگم. جناب دکتر گرامی، ایشون بچه تهران هستن، متولد تهران هستن و لیسان دبیرستانشون رو در تهران گذروندن و توی دانشکده کشاورزی، دانشکده مهندسی کشاورزی تهران لیسانسشون رو گرفتن. این مقدمات تحصیلات ایشون بودش تا اینکه رفتن دانشگاه آمریکای بیروت، یه درجه از اونجا گرفتن و بعد رفتن در کانادا در دانشگاه منیتوبا، در اونجا تو رشته ژنتیک و علوم گیاهی دکتراشون از اونجا دریافت کردن. به نظرم میرسه، چون دکتر گرامی تاریخ های اینا رو نداده، من به نظرم میرسه اونا زمانی مصادف با ظهور انقلاب 57 بود و ایشون هم مثل خیلی از عاشقان دیگه که میخواستن به ایران خدمت بکنن و تمام توانایی‌های علمی و تجربی که پیدا کردن به ایران و به مردم ایران و به کشور ایران ارائه بدن، برگشتن ایران. من خوشبخت بودم و خوشبختی داشتم که تو زمانی که دانشگاه صنعتی اصفهان استاد دانشکده مهندسی کشاورزی بودن باشون ملاقات بکنم و با ایشون، و البته بیشتر چون خانمشون نزدیک به رشته من بودن از اون طریق بیشتر آشنا شدیم و با هم آشنایی پیدا کردیم. به هر حال روزگار گذشت و مثل خیلی دیگر از عزیزانی که توی ایران پیدا نکردن به اصطلاح راهی که میخواستن خدمت بکنن یا اون راه بسته بود براشون، راه دوری از وطن و مهاجرت رو پیش گرفتن. ایشون سالها در دانشگاه کالیفرنیا در دیویس به کار تحقیق پرداختن، در انجمنهای شیمی غلات و بیماریهای گیاهی در اونجا تحقیقات کردن، ویراستار علمی بودند و به صورت استاد مدعو در چند کشور، هنگ کنگ، بحرین، چین کار تدریس داشتن. آقای دکتر گرامی مؤلف چند کتاب هستند و بیش از 100 مقاله علمی به زبان فارسی و انگلیسی هستند و در حال حاضر هم یکی از ویراستارهای دانشنامه دانشنامه ایرانیکا. به هر حال مایه خوشبختی ماست، سرافرازی ماست و به هر حال بی‌نهایت سپاسگزاریم که جناب دکتر وقتشون رو در این زمان به ما دادن و به بنیاد دماوند و امشب و امروز عصر در واقع راجب یلدا و کریسمس دو روی یک سکه صحبت میکنن و فرمودن که، و درست هم هست به جاست، که یلدا روز هست و ما همیشه میگیم شب یلدا، در صورتی که معنی یلدا همون معنی روز هست. خودشون بیشتر توضیح خواهند داد. یک کلیپی رو فرستادن، من کوشش میکنم قبل از اینکه شروع بکنیم این کلیپ رو بتونم شیر بکنم برای شما. امیدوارم که
اینجاست و بعد از اینکه این کلیپ تموم شد جناب دکتر گرامی سخنرانیش رو گوش میدیم و استفاده میکنیم. صدا نداره برای من. آقای دکتر برای من صدا نداره. بله ببینید این اشکالش در کجاست. اون بالاش یه زبدر داره اونو باید بزنی. آقای دکتر برین از سر شروع بکنید، اون وقت پیدا میشه. از سر شروع کنید. ببخشید شما صدا دارید، ما هم صدا نداریم. آقای دکتر الفت هیچ کس صدا نداره. صدا نداریم. آقای دکتر الفت صدای من رو میشنوید؟ اردشیر صدای من رو میشنوید؟ بله بله میشنوم. پس شما آیا شما صدای این کلیپ رو میشنوید؟ شما هیچ کس نمیشنوید. شما کلیپ بی صدا دارید پخش میکنید. آقای دکتر فرد من سوالم این هست، ببخشید آقای دکتر حاجی گفت، سوال من این هستش که آیا شما خودتون صدای این کلیپ رو شنیدید؟ بله بله من میشنوم. من نمیدونم، من الان از چند تا از دوستان پیغام گرفتم که این کلیپ رو نمیشنون، ولی من نه، یعنی هیچ کس نشنید جز خود شما؟ جز خود شما هیچ کس نشنید. باز چی کار کنم؟ من نمیدونم. من میخواید من برم بیارم پخش کنم؟ به من از حالا 2 دقیقه فرصت بدید فقط، بیشتر نه. خواهش میکنم، من در خدمت هستم. من اگر میدونستم اینطور نه اگر میدونستم اینطور میشه شاید خودم یک فکری. حالا اجازه بفهمید من تمام تلاشم میکنم به کمترین مدت این کارو بکنم. خواهش میکنم. به من مهلت بدید. خواهش میکنم مهلت بدید. من خودم یعنی من تستش کردم قبلا، الانم که میشنیدم نمیدونم. نه نه فقط خودتون میشه. حالا اجازه بدید من باشه باشه. بفهم بفهم
من الان میرم روی شیر اسکرین، اجازه بفرمایید قدم به قدم. حالا اول میرم سراغ این کلیپ ببینید من میتونم کلیپ پخش کنم یا نه. خب این شیر اسکرینه. خب میام اینجا میگم شیر، اگر بتوانم پخش میکنم. ببینید میتوانم. اولش تبلیغ تعامل بفهمید. صدایی نمیاد جناب دکتر. صدا نمیاد؟ نه. صدا نیست. کاری از دستم ساخته نیست. بله صدا نبود. اینه که نمیدونم ایراد چی هست، من چون رشتم و کارم این نیست نمیتونم قضاوتی بکنم. مهم نیست قربان، اصلا مهم نیست. حالا خودتون توضیح بدین برامون دیگه. نه نه چیز مهمی نبود. من عرض میکنم اجازه بفرمایید من برم اینجا. خب اجازه بفرمایید یه لحظه اجازه بفرمایید خواهش میکنم. من اینو میخوام برم. خب خب بریم 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 آقا. با سلام به همه دوستان عزیز و تشکر قلبی از برگزار کنندگان این برنامه، جناب دکتر حاج علی گل، جناب دکتر الفت و دوست نازنینم جناب دکتر اردشیر خان لطفعلیان. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. بدون تعارف من از تک تک شما ممنونم که این بعد از ظهر یکشنبه‌تون رو که هزار کار دیگر می توانستید بکنید کردید و از شما پوزش میخوام به خاطر اینکه انسان همینطور که پا به سن میگذره رزومش طولانی تر میشه خود به خود و وقت بیشتری از مردم میگیره. ده حالا و بدون هیچ مقدمه فقط برنامه رو شروع میکنم. من میرم سراغ اینجا و بعد میرم روی بزنم روی اینو، بعد میزنم شیر رو. اگر هم صفحه رو میبینید و هم صدای منو میشنوید بفرمایید. بله بله همه چیز خوبه. صدای منو میشنوید؟ بله بله. خب صفحه رو میبینید. خب اصلا خدمتون اجازه بفرمایید به طور خیلی خلاصه تند عرض میکنم. من حواسم به ساعت هست که قطعا به یک ساعت و حتی به 55 دقیقه هم نرسه. عرض کنم این گفتار رو من 13 سال پیش در سال 2009 در صدای امریکا داشتم VOA و نیمروز واشنگتن بود و برنامه هم زنده بود و پخش میشد برای ایران. هموطنان هم سر سفره یلدا بودن در اونجا. دو بار دیگه من این گفتار رو به صورت خیلی خلاصه شاید در حدود 17 دقیقه در میو کلینیک در ایالت خودمون گفتم. من مربوط به موضوع نیست و نیازی هم به توضیح برای همگان نیست. فقط عرض میکنم میو کلینیک که البته غیر از مینوسوتای ما در دو جای دیگه آریزونا و فلوریدا تأسیس داره، نه یکی از بزرگترین بلکه بزرگترین کلینیک پزشکی جهان هست با 54,000 ایمپلوی و 4,500 پزشک و ساینتیست اینها به هستند. ولی امروز اینجا به اصطلاح فول کورس اینو گفتار رو به صورت کامل بنده اینجا بیان می‌کنم و خدمتتون هستم. اصلا خدمتتون که یه یادآوری می‌کنم. گفت کافر همه را به کیش خود دارد. من چون در جوانی و نوجوانی خیال می‌کردم که یلدا این ببخشید آقای دکتر شما دیگران رو آن میوت نکردی بایستی همه میوت باشن. باید شما میوت بکنید. شما همه رو میوت کنید. میگم میوت باست باشن همه میوت هم. نه یکی دو تا هستن که آن میوت هستن. چشم بذار نگاه میکنم ببینم کی آن میوت هست. شما هستین که آن میوت هستین. الان من هستم و همین همه میوت هستن جناب دکتر. فقط من و شما هستیم. من چون خیال میکردم همیشه در جوانی که این یلدا نه اینکه یه لام داره و یه دال داره یه جوری به کلمه بلند مربوطه و بعد از ایده هم سوال کردم همینطور بود.
خواستم اول کار بگم که هیچ ارتباطی یلدا با کلمه بلند نداره. یلدا یک واژه سوریانی هست به معنای تولد هست، تولد یا میلاد یا ولادت یا همه اینها، همه اینها عربی هن البته، مولود و ولادت و والد و همه اینها. اما اینکه یلدا هم از اون ریشه هست یا نه، یک کمی اثباتش دستانداز داره، خیلی آسان نیست. یلدا واژه سوریانی هست، به زبان انگلیسی میگیم سیریاک لنگویج، و خب از کلمه سوریانی و سیریاک کاملا معلومه که این واژه‌ای هستش که در سوریه قدیم صحبت می‌شده. ضمناً ما 2000 سال از میلاد مسیح می‌گذریم، 1400 سال از اسلام. بیشتر صحبت من، نه همه صحبت من، در چهارچوب اون 600 ساله، یعنی از قرن اول تا ششم، یعنی بعد از مسیحیت قبل از اسلام من اشاراتی خواهم داشت. یلا به معنای تولد هست و سوال میشه که تولد کی چی؟ همون تولد خورشید هست. هر کسی، هر جانوری ممکنه هر ساعتی به دنیا بیاد، صبح، ظهر، شب، سحر، نصف شب، جز خورشید. اگر خورشید به دنیا بیاد، به محضی که میگه من هستم یعنی روزه، به محضی که خودش نشون میده روزه. پس نمیتونه یلدا متولد بشه اما اسم شب باشه. بنابراین یلدا به تولد خورشید اشاره داره و پر واضح است که هر تولدی میتواند در شب باشد جز تولد خورشید. خورشید به مثل که خورشید رو میگذاره طبیعتا روز. از کنم باز من باید این عکس رو جابجا کنم. از کنم دلیل این که میگیم تولد خورشیده اینه که روز اول دی کوچکترین اندازه خورشیده برای ما، یعنی کوتاهترین روزه. درست مثل نوزادی که به دنیا میاد میگن مثلا 7 پوند و 10 اونسش هست، خورشید هم روز اول دی کوتاهترین هستش روزش. منتها این کوتاهترین مثلا فرض کنید در واشنگتن دی سی و در شیراز فرق میکنن، اما در هر شهری کوتاهترین خودش در طی سال هست. بنابراین اولین مطلبی که باید جا بندازیم ما اینجا با دوستان هموطنان این که شبی به نام یلدا وجود ندارد. ای هموطنان، ای عالمیان، ای همگان، بدانید که ما شبی به نام یلدا نداریم، اما شب یلدا داریم، یعنی شبی که فرداش یلداست. درست مثل این که تولد شما فرداست، امشب رو جشن میگیریم. مثل این که فردا صبح تحویل سال و فردا روز اول فروردین، امشب ما سبزی پلو ماهی شب عید میخوریم، شبش رو جشن میگیریم. و از همه مثال ها بهتر چهارشنبه سوریه، ما سه‌شنبه از روی آتیش میپریم. این رو خواستم توضیح بدم، حالا بیشتر میگم که شب یلدا شبیست که فردایش روز یلداست، مثل شب تولد ها که الان صحبت کردم. من اینجا باید یه توضیح خدمتتون بدم. من این جمله رو زیاد در گفتارها میگم، میگم من مقاله‌ای دارم. خب چیکار کنم؟ دارم دیگه. خب وقتی در مورد موضوعی من میگم مقاله دارم، هر یک از دوستان اگر نسبت به اون موضوع علاقمندی داشته باشن و بیشتر بخوام بخونن، خیلی ساده است، یک ایمیل مستقیم به خود من بدون سلام علیک و تعارف و اینها بگن من مقاله فلان رو میخوام. یک دقیقه طول نمیکشه، من برای اون دوست همون مقاله رو میفرستم. من یه مقاله دارم زیر عنوان شب جمعه، البته عنوانش یک کمی شیطنت آمیزه. دلیلش اینه که من در اون، این کاملا مربوط به بحث ما همین الانه، در اون مقاله من سیستم قمری رو توضیح دادم. برای ما بیشتر ایرانیان وقتی میگه سیستم قمری، میگه آه همون سیستمی که میگه شوال و رجب و جمادی الحق و چه میدونم عید فطر و اینها توشه، در حالی که سیستم قمری برای خودش یک سیستم کامل هست، یک تقویم با قاعده هست، حسابای خودشو داره، نجوم خودشو داره. یک تفاوت بسیار عمده با سیستم خورشیدی ما و میلادی داره. در نظام میلادی و خورشیدی، الان امروز یک شنبه است، خب این یک شنبه از نیمه شب قبل تا نیمه شب بعد، این بهش میگن یک شنبه. در نظام قمری اینجور نیست، اول شب میاد بعد روز میاد، نصف شب به نصف شب نیست، از بالا آمدن ماه هست تا بالا آمدن ماه بعدی. یعنی از دو سه ساعت دیگه که هوا تاریک میشه دوشنبه شروع میشه. اول دوشنبه شبش میاد، توجه داشته باشید، اول شبش میاد، بعد صبحش میاد، بعد ظهرش میاد. بنابراین وقتی که ما در ایران میگفتیم شب جمعه تشریف بیاریم منزل ما، مردم خیال میکردن این یک کار
قدیمی عامیانه است نمیفهمن چطور دعوت میکنن، باید بگین پنجشنبه شب، نه جمعه اول شبش میاد. شب جمعه یعنی اون شبی که حالا ما اومده بالا جمعه شروع شده، البته روزش پنجشنبه بوده ولی ما بوم پایی نداریم، فردا صبحش هم جمعه است، فردا ظهر و بعد از ظهرش هم جمعه است و ماه بعدی که میاد بالا شنبه شده. الان یک شنبه است به حساب نظام خورشیدی و میلادی و قواعد سازمان ملل، که وقتی میگه دی منظورش روشنایی روز نیست، منظور 24، مثلا میگن فلان زلزله، فلان خبر اتفاق افتاده فلان روز، ممکنه شب اتفاق افتاده شه ولی اصطلاحا میگن در فلان روز. دلیل اینکه سیستم قمری جهانگیر نشده و همه کس درباره صحبت نمی کنه اینه که متغیره، هر سالی 10-11 روز با نظام خورشیدی یا میلادی فرق می‌کنه، عقب میفته، بنابراین یک واقعه همیشه در اون موقع فصل سال جشن یا یادآوری نمیشه، جشن گرفته نمیشه. این دلیلش بوده. و اما دلیلی که من عنوان مقاله رو انتخاب کردم شب جمعه این بود که دوستان همسن و سال من یادشونه روزنامه توفیق یک شعاری داشت، میگفت همشهری شب جمعه دو چیز یادت نره، دومی روزنامه توفیقه. اولی هم اشارهش به این بود که همشهری فردا روز تعطیله، بنابراین صبح میشه دیرتر از خواب بلند شد و دیرتر هم خوابی. این بیت سعدی حجت رو دیگه تمام میکنه، میگه دگر من از شب تاریک هیچ غم نخورم، که هر شبی را روزی مقدر است انجام. انجام یه پایان. ببینید داره به صراحت میگه اول شب میاد بعد روز میاد. به همین دلیل میگن داروخانه شبانه روزی، نمیگن داروخانه روزانه شبی. که بله اینو خواستیم اینجا اینطور گفته باشیم. بعد میریم سراغ این که خب حالا که این تولد خورشید ما جشن، اینم توضیح بدم در اینجا این اسلاید رو، که در نیمکره شمالی کوتاه‌ترین روز اول دی هست، در نیمکره جنوبی اول تیر، یعنی ظاهر قضیه این میشه که خورشید روی زمین دو روز تولد داره، در عوض در استوا که روز و شب مساوی هستن. اصولا طبق تعریفی که کردیم یلدا یعنی خورشید تولدی نداره. از بچگی و تو مدرسه گفتن خورشید اساس و سرچشمه حیات هست، همه میدانیم. اولین چیزی که به ذهنمون میاد برای حرارت هست. شما اگر در ما اگر در سطح کره زمین هزاران و میلیون ها کوره داشته باشیم، به گرد خورشید نمیرسه. اون انرژی حرارتی که از خورشید میگیریم در یک ساعت در سطح جهان یا در نیمی از سطح جهان میگیریم قابل مقایسه با هیچ منبع حرارتی دیگر نیست. عامل دوم برای نوره، که اگر میلیون ها نور افکن در زمین روشن کنیم مقابله با خورشید نمیتونه بکنه. اما اهمیت خورشید رو امروز میخوام برای دوستان بگم، برای این دو عامل مهم نیست. از این دو عامل مهمتر یک عامل دیگری هست که مهمترین پدیده طبیعی جهان هست، یا بعضی ها میگن مهمترین واکنش شیمیایی در صورت، و اون فتوسنتز هست. که من میخوام اینو کاملا توضیح بدم در 3-4 دقیقه که معلوم باشه چرا خورشید این اهمیت در جهان داره، که بعد بدونیم که بدون خورشید هیچ موجود زنده‌ای در جهان نمیتونه باشه. در کتاب‌های فارسی میگن فتوسنتز، خب فوتو یعنی نور، سنتز هم یعنی ساختن، یعنی اون چیزی که در برابر نور ساخته میشه. انگلیسیش فتوسنتزیس هست، یعنی ما همین کتاب ها رو شاید دیده باشید که روی جلد کتاب نوشته فتوسنتزیس و کتاب 300-400 صفحه است. در کتاب‌های مدرسه قدیم می‌نوشتن کربن‌گیری. چرا؟ برای اینکه گیاه برعکس انسان که اکسیژن میگیره کربن میگیره اکسیژن. به همین دلیل وقتی توی باغ و گلستان میریم میگیم به بچه هوای خوبی داره، چقدر انسان نفسش تازه میشه، برای اینکه اکسیژن در اونجا بیشتر هست. در فتوسنتز 4 عامل باید وجود داشته باشه، اگر 3 تاش هم باشن کار جلو نمیره. هر 4 تاش 1 CO2 یعنی کربن دای اکساید هست، که تا بخوایم فراوان پیدا میشه این روزها به خاطر گلوبال وارمینگ، حتی یه مقدار بیشتر از اندازه هم که میخواییم هست، به رایگان در طبیعت وجود داره. دوم آب هست، که اون هم به رایگان وجود داره. گویی که ما پول میدیم آب میخوریم
و من جایی خوندم، امیدوارم درست نباشه، این خبر خیلی بدی هست، جایی خوندم که حدود 40 تا 50 سال دیگر بهای آب از بهای نفت و بنزین بیشتر خواهد شد. امیدوارم درست نباشه. در اصل ما این رو با توجه به دریاهایی که هستن و رودخانه ها و از همه مهمتر این بارانی که وقتی یک ساعت میباره به اندازه بگم هزاران شبکه آبیاری مزارع رو آب میده، این دومیش خیلیم رایگانه. سومیش گیاه سبز. ممکنه دوستان بگن که خب همه گیاهان سبزه. اولا نه، همه گیاهان سبز نیستن. lower plants یا گیاهان پست مثل قارچ ها و اینها سبز نیستن. اضافه بر این اگر گیاهی هم سبز هست، ما به قیمت سبزش کار داریم، نه به اون قسمت تنه و شاخ و ریشه و نمیدونم میوه و اینهایی که سبز نیستن. باید این عمل فتوسنتز در گیاه سبز در اون قسمتی که سبزه با کمک کلروفیل که بعضی ها در ایران ترجمهش کردن سبزینه انجام بگیره. پس شد کربون دای اکساید، آب و گیاه سبز، این سه تا که بودن در برابر نور خورشید سبب ساختن میشه. یعنی گیاه سبز کربوهیدرات میسازه. کربوهیدرات، حالا من یه خط قند گذاشتم، کربوهیدرات لفظ علمیه، وگرنه باید بگیم قند. منتها در شکم کربوهیدرات نشاستم هست و هر چیزی که تبدیل به قند بشه یک کلمه جامعه‌تر از قند هست. ضمناً دوستان میدونن که در کتاب انگلیسی خب اینجا که میرسه بهش میگن کربوهیدرات و شوگر. در ایران شوگر رو از قدیم به قند ترجمه کردن نه به شکر. به همین دلیل هم میگیم فلانی بیماری قند داره، نمیگیم بیماری به دیابت، میگیم فلانی بیماری قند، نمیگیم بیماری شکر داره. خب حالا من همین مسئله رو به صورت فرمول هم نشون میدم که در حافظه بهتر بمونه. اون گاز، اون شیشه رو من گذاشتم اون بالا، اون شیشه رو گاز کربونیکه، یعنی کربون دی اکسیده، آب این طرفش میده. ببینید فرمول خیلی آسونه، خیلی آسونه. شما این سی کربن رو از بغل سی او تو بردارین بزنین بغل آب، میشه CH2O. همین اون O2ی که اونجا باقی میمونه، اون اکسیژنیه که تای خط متساعد میشه، یعنی گیاه پس میده میده بیرون. اون شیشتایی که یعنی اون یه دونه سی و H2O زب در شیشه بکنید میشه این، میشه قند. این C6H12O6 یعنی قند، منتها نه اون قندی که توی چایی و قهوه میریزیم، اون قند دوتاییه، یعنی اون 12 تا کربن داره، 24 تا هیدروژن داره، 12 تا که اکسیژن داره. اونم تا میره بدن تبدیل میشه به قند ساده. به این میگن قند ساده در کتاب، یا میگن قند شیشتایی. و اون قند که میخوریم روی میز هست بهش میگن تیبل شوگر، قند دوتایی بهش میگن. پس این عمل فتوسنتز مهمترین پدیده ایست که در جهان صورت میگیره. رو این که قرنها و هزاران سال هست که ما بهره میبریم از این پدیده، ولی خیلی جدیده. در سال 1961 اون کسی که چرخه فتوسنتز، نه این چرخه، چرخه یعنی از 3H12O6 میره جلو چیچیا رو میسازه، اون چرخه رو تشریح کرد به نام کلوین، جایزه نوبل رو در 1961 گرفت. و آنچه که انسان استفاده میکنه، روغن، پروتئین، میوه، دانه، الیاف، همه چیز از همین این ساخته میشه. این هست که بنای ساختن همه مواد دیگر میشه. و به همین دلیل هستش که اگر این عمل صورت نگیره انگار هیچ چیز صورت نگرفته. و این چرخه رو کاملا توجه کنید، سمت چپ گیاه هست، باید خورشید بغل دستش باشه که این جانوری که بالا هست، حالا نمیدونم موش، خرگوش، هرچی هست، این زنجیره تغذیه موجوداته، از این گیاه میخوره، بعد خودش توسط این حیوان دیگه خورده میشه و بعد خود این بدن این حیوان بزرگ و ضایعات او به خاک میره و باز خاک میره به گیاه. حالا اگر کسی بگه خب خیلی از جانوران هستن که گیاهخوار نیستن، جانور دیگه رو میخورن، نه، در این جانور گوشخوار جانور گوشخوار دیگه میخوره، اون گوشخوار دیگه میخوره، معالن در ته زنجیره مجبورن که از گیاه بخورن و این چرخه رو کامل بکنن. یعنی بدون بودن نور خورشید این زنجیره وجود نخواهد داشت و موجود زنده در جهان نخواهد بود. نور خورشید
این در این بحث جای توضیح زیادی نمیخواد. همه طیف اون هفت رنگ خورشید به درد این کار نمیخورن، در طیف‌های معین این کار میکنه. حالا فهمیدیم که خورشید خیلی مهم هست و به همین دلیل اونو یا میپرستیدن، عبادت میکردن و براشون مقدس بوده. به همین دلیل دین میترا بوده در اساطیر ایرانی و الهه نور یا خورشید بوده، میترائیس بوده. اصلا وارد این قسمت نمیشیم، فقط خواستم اهمیت خورشید رو گفته باشم که چرا اینقدر مورد ستایش و پرستش مردمان بوده. پیشینه این میترائیس به 1400 سال قبل از میلاد مسیح میره. این آیین از هند، این جمله مهمه به خاطر کلمه اروپا، به خاطر اون امپراتوری روم. این آیین میترائیس از هند تا اروپا گسترش پیدا میکنه و در سده های اول تا چهارم بعد از میلاد مسیح دین رایج در امپراتوری روم بوده است. یعنی مسیحیت یک رقیب داشته و اون میترائیس بوده در سراسر اروپا که پخش شده بوده. حتی در معابد روم من اینجا گفتم که تصاویر میترا و خورشید وجود داشته. اینجا این جمله، اون عبارت ناتالیس سالیس اینویکتیس لاتینه، لاتین هم نباشه ما میفهمیم یعنی چی. ناتالیس یعنی تولد. الان هم مثلا فرض کنید وقتی میخوان یه جنین رو در شکم مادرش آزمایش کنن میگن پری نیتال تست، نیتال به معنای تولد هست. سالیس که خب یعنی خورشید، امروز میگیم سولار انرژی. این ویکتیس هم یعنی شکست ناپذیر. البته درسته که ویکتوری به معنای پیروزی است، ولی گاهی اوقات در زبان انگلیسی علامت منفی که جلو میاد باز منفیش نمی کنه. من یه مثال پیدا کردم، کلمه سال حل کردن، ما شکر رو در آب حل می کنیم، سال که میشه سلوشن، میتونیم به جای سال هم بگیم دیزالف می کنیم، دی آی اس منفی رو بزنیم همون معنی میده. این علامت، علامت این هستش که اون جنین میاد، یه بچه کوچولو به خورشیده که روز اول دی به دنیا اومده. این کتیبه از قدیم هست. این چیزایی که بالای سر میبینید در واقع اینها، این مثلث ها اشاره به اشعه خورشید داره. در اسلاید بعدی این سمت چپ بالا باز همون اشعه خورشیده، سمت چپ پایین ملاحظه میکنید که مجسمه آزادی هم همون اشعه خورشید رو داره، یعنی تا اینجا نفوذ کرده. این لوح سمت راست که ملاحظه میفرمایید یک چیز خیلی عجیب درش هست. اولا زیرش همون عنوانی که الان دیدید ناتالیس سالیس هست، با این تفاوت که دی آی اس هم اینجا گذاشته شده، یعنی روز، به جای تولد خورشید شکست ناپذیر یه روز انگشته روز تولد. چیزی که خیلی نظر من رو جلب کرده این عقابی است که در سینه این الهه هست. این همون عقاب امریکاست به نظر من اینجور میرسه، یعنی بالد ایگل، چون این عقاب امریکا بهش میگن بالد ایگل چون بالای سرش، درست وسط سرش سفیده، یعنی هیچ گونه رنگ و مویی نداره. در حال بعد میریم سراغ اینه، من اینجا پرونده اینو یلدا رو موقتا میبندیم، یک فصل جدیدی شروع میکنیم و بعد انشالله باز پیوندش میدیم به همین یلدا. و اما اینکه در روم، در امپراتور روم نامش کنستانتین بوده، فقط به این تاریخ زیادی توجه بفرمایید. یعنی بالایش که میگه از سال 272 تا 337 دوره زندگیش بوده که میشه 65 سال، و در 34 سالگی امپراتور میشه، 31 سال امپراتور میمونه. سال 306 تا 337 رو در نظر داشته باشیم، یادمون باشه. این معروف به پدر کلیسا هستش و یک مسیحی دو آتشه‌ای بوده، حالا به دلیلی که الان خدمتتون عرض می‌کنم. عرض کنم اینجا نوشته کنستانتین دی گریت یا حالا کنستانتین کبیر. این حالا ما ازش می‌خونیم بهتر. اون زیرش، اون ریزیزی که اون زیر نوشته، اینه یک اسقفی در سال 337 نوشته که من فکر می‌کنم پس از فوت اون نوشته، به یاد اون نوشته. میگه هی یعنی کنستانتین، میگه he saw with his own eyes، به چشم خودش دید، the trophy of a cross of light in the heavens above the sun. یعنی حالا من که اینجا عکس شما اومده روش، شما شاید بتونید ببینید، در رویا میبینه که در آسمان
یک صلیب بالای یک خورشیده و بعد در پهنه آسمان نوشته conquer by this، یعنی برو و تو خورشید رو به وسیله این صلیب فتحش کن. و زیش هم میخونیم که at this sight he himself was struck with amazement and his whole army also، یعنی همگان دیگه میپذیرن که باید برن دنبال این که به صدا میتراییسم رو از صحنه اروپا به در بکنن و مسیحیت رو جانشین بکنن. این شروع این کار میشه و از فردا خیلی جدی دنبال این کار میره. چیزی که همه میدونیم اینه که در سال 314 میشه اون بود چی؟ اونو برای این که من خودم یادم میره 306 بود. خب یعنی 8 سال بعد از امپراتور شده سعی میکنه، به نظر من در همین 314 خواب رو میبینه که مسیحیت رو جایگزین میتراییسم بکنه. اما خب ارباب کلیسا میدونستن که میتراییسم رو به این زودی نمیشه از یادها برد، از میدان بدر کرد. در سال 325 بعد از میلاد کنستانتین تصمیم میگیره در روم یک دین واحد داشته باشه، معنیش اینه که میتراییسم رو بچینه، و جشن واحد داشته باشه و دریافت که قرنهاست این میتراییسم در 22 دسامبر جشن گرفته میشه. ضمن اینم من چون خوندم خدمتتون بگم که در زمان، حالا رو اسلاید بعد شاید بگم بهتره، تولد عیسی مسیح هیچگاه معلوم نبود دیگه، هیچگاه. و اون موقعی که در زمان کنستانتین جشن میگرفتن یا برپا میکردن اون رو، مقارن با یکی از تعطیلات دین یهود بوده که تعطیل خیلی شادی هم نبوده و اون دوست نداشته مار اونجا باشه. میپرسه میگن جایی که مردمان جشن میگیرن 22 دسامبر، میگه بذارید اونجا، حالا که اونا اون جشن رو میگیرن ما هم بذاریم اونجا. میلاد مسیح هم تو که عرض کردم دانسته نیست، زمانی در اول مارس، زمانی 15 سپتامبر، و من خوندم که در آگست و نوامبر هم جشن میگرفتن و چون نمیدونستن کی بوده تولد مسیح رو در روز 22 دسامبر قرار میدن. در سال 354 میکنه 17 سال بعد از فوتش، من نمیدونم شاید یک کسی بتونه این تحقیق رو بکنه از یه جایی به دست بیاره، 25 دسامبر زادروقدمه، سه روز جاشو عوض میکنن. و حالا بحثات که هنوزم 25 دسامبر هستش و من نمیدونم حالا کی چطور و چرا عوض میکنه. من اینجا حالا تمام شد، میرم سراغ این که من یه لغت رو مقدمه گفتگوم قرار میدم که میخوام یه اسلاید بهشون بدم. کلمه پل یعنی شهر و فرنگستان اول. فرنگستان اول یعنی فرنگستانی که در اواخر پهلوی اول بود، در سال تقریبا 14-15 تا 19 واژگان میدونید که دیگه ما اصلا کلمه دانشگاه نداشتیم، یونیورسیتی داشتیم و فکولتی نداشتیم، میگفتن به جای دانشکده و اینا، همه اینها رو فرنگستان ایجاد کرد. کلمه شهربانی رو برای پلیس گذاشت و کلمه پلیس، پل یا پلیس به معنای شهر هست. در ایالت ما مینیاپولیس، ایندیاناپولیس و از همه مهمتر برای ما ایرانی ها پرسپولیس هست، یعنی ایران شهر یا شهر پارس، هر جور ترجمهش بکنن. کنستانتین آمد این طرف، یعنی آمد اونجایی. ببینید ما وقتی میگیم روم، ببخشید من خیلی واضح رو میگم، دوستان صد مقابل میدونم، من میگم اگر دوستی فراموش کرده یادآوری کنم، ما وقتی میگیم روم یعنی اونجایی که الان ایتالیاست و پایتختش رومه، اون تا با وسعت بیشتر، خیلی بیشتر. بعد کنستانتین اومد این طرف هم گرفت، اومد ترکیه. وقتی اینجا رو گرفت، اون که اسمش روم بود، اسمش شد روم شرقی یا بیزانس، روم شرقی. و به همین دلیل که الان در امریکا و خیلی جاها به مولوی میگن رومی. چرا؟ برای اینکه در اون جایی بوده که، در اون زمانی بوده که در واقع اون کشور روم شرقی بوده. وقتی اومد اون شهر رو گرفت، نام خودش رو گذاشت بر اونجا، شد کنستانتین پل. البته میدونی اینجا جای پی او ال جا به جا شده که میشه، شد شهر کنستانتین، که کنستانتین عربا گفتن قسطنطنیه. ما هم که ماشاءالله همیشه از این اسامی عربی پیروی کردیم، انقدر پیروی کردیم که تهران خودمونو با تای دسته دار با تین می‌نویسیم. تو این تاکسیه که الان نگاه کنید نوشته تین 11 تین 22. خب به طبیعتی چون عربا ما میگن شهر ما تهران، خود ما میگیم تهران با تین. بسات شد قسطنطنیه و ما اون رو قسطنطنیه نامیدیم تا
اینکه گذشت و در سال 1453 دوستان میدونن امپراتوری عثمانی اونجا رو تصرف کرد، قسطنطنیه رو گرفت و اسمش عوض کرد شد اسلام پل، همون پل رو گذاشت بعد از اسلام، منتها چون عربا پ ندارن شد اسلام بول که ما میگیم اسلام بول، البته در انگلیسی یه تغییرات همیشه پیدا میکنه شده استانبول. و خب ما در تهران خیابان استانبول چاره استانبول داریم، رابط دوستان میدونن به خاطر اینکه سفارت ترکیه در نقشش قراره، به خاطر سفارت ترکیه اون چاره رو بسیارن چاره استانبول. اینو خواستم مقدمه گفته باشم که کنستانتین نه تنها در همون خود روم اصلی بلکه این رو آورد به این سمت بیزانس تا موقعی که عثمانی ها آمدند و یعنی آمدند و امپراتوری عثمانی رو اونجا برپا کردن. این کلیسیای ایا صوفیه هست که بعد که مسلمانان آمدن تبدیل به مسجدش کردن، در استانبول هست، این داخلش هست. دکتر این میخوام بگم اینه که روبرو شما میبینید الله و محمد هست، اگر نمیدونم این فلش من دیده میشه یا نه، این سمت راست اینجا اگر دیده بشه نوشته ابوبکر، روبروش نوشته عمر، این جلو نوشته عثمان، دست چپ علی. علتی که این نشون میدم داخل این کلیسا رو اینه که ببینید با وجود عثمانی، امپراتور عثمانی یه سنی تمام عیار بودن، مغازا نام خلیفه چهارم رو نوشتن. وقت الان در ایران سنی ها برای داشتن یک مسجد حتی دچار مشکل میشن. خب میریم جلوتر، من اینجا یک گریزی میزنم کاملا راجع به موضوع نیست ولی خب میخوام بگم دیگه. من مقاله ای دارم، باز میگم مقاله ای دارم عنوانش هست از صلیب تا چماق. کسی که این عنوان مقاله رو میخونه فکر میکنه مثلا من اشارم به مسیحیت هستش و بعد اومده به چماق و حکومت اسلامی، از این حرفا. مطلقا چنین چیزی نیست، اون مروری بر تبدیل و تغییر یک واژه است، من براتون میگم اینجا شاید لحاظ اطلاعات بد نباشه. و اون که شروع میکنیم از ابتدایش در کاوش های قره حسنلو در نیم ساعتی اردبیله، شاید 10 کیلومتر فاصله داره بیشتر. در کاوش های قره حسنلو جام زرینی متعلق به پیش از دوره هخامنشی به دست آمده است. بر روی این جام تصویر حیوانی است که عرابه ای را میکشد و بر ران حیوان این نشان دیده می شود. همین نشانی که می بینید در واقع انگار دوتا اس هست که عمود برهمه. حالا از همین دوتا اس هیتلر در اون اس اس ها و اینا استفاده کردن. این جمله رو من عیناً از مأخذ زیر به دست آوردم، مقاله چلیپا یا نشان آریایی نوشته دکتر علی قلی محمودی بختیاری در سال 1940. با وجود که 61 سال از چاپ این مقاله میگذره، مؤلف مقاله چون من آشنا هستم ماه قبل 90 سالش رو گذراند. این اولین علامت است که یه حالت دورا دوری با صلیب داره. دومیش این عکس فروهر یا به قول بعضی دوستان میگن فروهر هست که این دست راست ملاحظه میکنین خود کتیبه است میبینین و این دست چپ هم چیزی که میسازن و به عنوان مدال از این افراد به کار میبرن. در دوره پیش از اسلام زنان ایران چلیپ، از اینجا توجه کنیم ما حالا باز به این لغت میرسیم، چلیپ رو ببینید چقدر شبیه صلیبه، همون صلیبه. چلیپ یا زلیبه را از زر و سیم به گردن می آویختن یا به سینه می زدن و این هنوز در میان زنان زردشتی دیده می شود. من میخوام اضافه کنم در سالهای اخیر نه فقط در میان زنان زردشتی، بین جوانان ما این نشان خیلی رایج شده، فراوان شده. خدمت این عرض کنم که این شیرینی زلیبه و بامیه که همه بهش آشنا هستیم، در شیراز به زلیبه میگن زلیبی و دلیل این که حالا نه دلیل این که اونها میگن زلیبی ولی به طور کلی بچه تسبیه این شیرینی زلیبی یا زلیبه اینجا باشه، در امروز ما میبینیم زلیبه ها که میسازن یه شبکه از اونجا، ولی اون شبکه قبلا به صورت صلیب یا صلیب ها بوده. یعنی کلمه زلوبیا هم یا زلیبی هم همون چلیبه. ببینید حرف آخرش که پی یا به یکیه، حرف سومش هر دوشیه است، حرف دومش لامه و حرف اولش هاره. میرسیم میبینید که چه و زه و اینا همه یکی هستن. در انگلیسی که اصلا حرف چه ندارن،
مجبورن یه سی اچ رو با هم میچسبونن. خیلی جالبه در زبان انگلیسی یه اچ دارن ولی این اچ وظیفه خودش انجام نمیده، یعنی کارهای دیگه میکنه. برای اچ بس، برای چه بس یه سی اچ رو بغل هم میذارن. و اما میام اینجا این درفش کاویانی میگن که ملاحظه میکنین که تاج سر ملکه انگلیس هست. به واقع ما به واقع مورد علاقه شون هستیم و تاج سر انگلیس ها ما هستیم. در حقیقت اون فروهر بالای سر درفش کاویانیه و درفش کاویانی در سنین مختلف تاج سر پادشاه انگلستان هست. چون میدونی که ملکه به معنای، البته دیکشنری می نویسه زن شاه، ولی این نه، لغت صحیح کوین به معنای زن شاه یا مادر شاهی، کوین یعنی شاه. شاه وقتی مرد باشه میگن کینگ، وقتی زن باشه بهش میگن کوین. حالا کم کم اومده دیگه تو دیکشنری، حتی الان به زن پرنس چارلز هم میگن کوین، ولی این در اصل اینجور نبوده. به همین دلیل کلمه کوین حالا مربوط به موضوع نیست، من یک پرانتزای بی خودی باز میکنم. وقتی که ملکه الیزابت در سال 1338 بله میکنه مارچ 38 میکنه مارچ 60 میکنه آمد به ایران، تو روزنامه می‌نویسن که کوین فرح رفته فرودگاه، کوین الیزابت چیکار کرده سر میز شام فلان. درباره انگلیس اعتراض کرد که ایشون کوین نیست و مجبور شدن نام کوین فرح رو به شهبانو عوض کنن. باز البته انگلیسیش همون ایراده داره، از وقتی کردن شهبانو نام انگلیسیش رو امپراتریس گذاشتن، یعنی امپراتور زن، همون مشکل داره و الاقل دیگه مشکل کوین رو نداره و کوتاه آمدن. از کنم این درفش کاویانی در عهد هخامنشی میگفتن یولیپ، در متون هندی میگن یولیپ، در فارسی میگن چلیپ یا چلیپا، در عربی میگن سلیپ. ببین همه اینا یکیه. مثلا ممکنه کسی بگه چطور یه واژه یکیه؟ اون مثالش خیلی روشنه، میگیم یوسف جوزف، از این مثال بهتر میگیم یاسمین، میگیم جاسمین یا جزمین، اینا همه یکی هستن، قابل تبدیل به هم هستن. بنابراین این مقاله من که از سلیپ تا شما تغییر و تحول یک واژه رو فقط میگه. میرم سراغ چلیپا. زلف چلیپا من هیچ کس نمیدونیم که چی بوده، ولی من با نگاه هایی که جاهای مختلف کردم به نظر من میرسه که یک رشته مو به این شکل، چون اگر مو پریشان باشه دیگه یک رشته نیست، شاید چیزی شبیه به این که میبافتن، شاید نمیدونم، شکل چلیپ داشته باشه، هم یکی هستش بافته شده در هم و ضمناً یه حالت مثلثی، نمیدونم، من فکر کردم شاید این زلف چلیپا باشه. بیت قشنگی هست، میگه زلعل عیسویان قصه مسیحا پرس. لعل اینجا استعاره لبه، لبه لعل، میگه یک بوسه عیسوی یک بوسه دختر ترسا همون حکایت قصه مسیحا، چون مسیح مرده رو زنده میکرده، میگه یک بوسه از دلبر ترسا جان بخش هست. زچین زلف بوتان معنی چلیپا پرس، میگه میخوای معنی چلیپا رو میپرسی، اون چینی که زلف بوتان دارن، معنی بیت روشن هست. بیت دیگری هست اینجا، یه توضیحی میخواد خدمتتون میدم به خاطر اون چارگوش دست راست. خود این بیت معنی میکنیم اینجا، میگه این سطرهای آه که هر جا نوشته این. ببینید این بیت اول یه غزله و در پس این ابیات دیگه میاد. این سطرها یعنی این ابیاتی که بعد از این میاد. آه که معنیش معلومه، آه از اصوات دریغ و افسوس و هرمان، آه اونطوری شد، آه اونطوری شد، کلمه نیست جز اصواته. میگه این ابیات، این غزلی که من هر جا می نویسم یا شعرهایی که من همه جا میگم، از روی آن دو زلف چلیپا نوشتیم، یعنی به خاطر اون دو زلف و یار من هستی اینها نوشتیم. اما در واقع کلمه چلیپا قبل از نوشته شدن به چلیپا نویسی اشاره داره. من برای دوستان اگر کنجکاو باشن، علاقه من باشن، این چلیپا نویسی رو میخوام توضیح بدم. چلیپا نویسی قاعده بسیار تعریف شده و معین داره، یعنی همگان یک جور عمل میکنن. چلیپا نویسی عبارت از این هست که دو بیت شعر رو، نه بیشتر، به همین دلیل معمولا دو بیتی یا رباعی رو مینویسن، ولی در اینجا البته دو بیت از یک غزل حافظ رو گفته. بیا که قصر عمل، عمل یعنی آرزو، ما همیشه ما ایرانی ها با آمال جمعش آشنا هستیم، میگیم آمال و آرزو، ولی خب عمل مفردش هست. بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است،
بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حالا قواعد مخام خدمتون میگم. اولا دو بیت. فاصله دو مصره اگر شما نمیدونم، دلم میخواست بدونم که این فلش من نشون میده یا نه. اگر فاصله این فاصله دو مصره یک و دو برابر با فاصله مصره سه و چهار، ولی فاصله دو به یک برابر نیمه بیشتر. زاویه این اوریب بودن این 45 درجه است. یعنی این مثلث که این بالا ایجاد شده متساوی ساقینه. کلمه بیاکه بیا درست عمود بر غلامه، درست بعد بالای غلام قرار بگیره، همانطور که کلمه بیار باید درست بالای زه باشه، زهر باشه و هست. از اون طرف این بیت باید کاملا عمود باشه، یعنی بیا باید بالای بیار باشه دقیقا، یعنی عمود باشه بر سطح نوشته. غلام هم باید درست بالای زهر باشه. بر اثر چلیپا نویسی چهار مثلث ایجاد میشه که خوشنویس بسته به سلیقه خودش اونو تزیین میکنه. در اینجا دو تا رو تزیین کرده، میبینیم بله تزیین کرده، اون بالا اون نوشته، زیرم که اسم خودش نوشته و دو تای دیگه اش هم تو ساده گذشته سر جاش باشه. بقیه برای اونایی که خیلی بخوام بیشتر بدونن نخوام بگن که من ناقص تعریف کردم، چلیپا نویسی در این ایام اخیر، در این دهه های اخیر یه معنی دیگه میده. موقعی که افراد میخوان مشق خط بکنن، مثلا مینویسه بیا که قصر عمل سخت 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 سخت، 5-6 تا سخت پشت هم مینویسه، یا مثلا میرسه به بیار باده که مینویسه، مثل که داره تمرین میکنه. اون تمرین که البته تمرین نیست، واقعا داره هنرنمایی میکنه. به این جور نوشتن هایی که مثل مشق خط میمونه، یک کلمه رو هی تکرار میکنن، اونم میگن چلیپا نویسی. میبخشید کمی دور شدم از موضوع، ولی دقیقم اومد که نگم. بعد یک کلمه ای هست که اینجا حالا مربوط میشه به کار ما، خاچ در زبان ارمنی. خاچ یعنی چلیپا، یعنی صلیب به زبان ارمنی. خاچشویان اون مراسم نیست که در ارامنه جلفای اصفهان روز ششم ژانویه خاچشویی میکنن، یعنی صلیبا رو میشورن، بعدم آبشو به تبرک میبرن، فکر میکنن که متبرک. خب این کلمه خاچ ارمنیه. این کلمه اومده توی فارسی شده خاچ، در فارسی برگرفته از ارمنی، برابره با چلیپا یا صلیبه. یعنی وقتی میگیم خاچ پرست در ادبیات ما، یعنی مسیحی، یعنی ترسا. حالا یک کلمه دیگه کلاب داریم در انگلیسی به معنای صلیب، چلیپاس، خال ورق در ورق. اونایی که با خب همه با ورق آشنا هستن، این خال ورق خاج رو در انگلیسی میگن کلاب بهش. کلاب همون صلیبه، ببینید بهش که همون بس، الش که همون اله، اونم که حرف صداداره. قبلش این سی و چه و اس و ساد همه اینا یکیه، عرض کردم خدمتون. بنابراین کلمه کلاب که در انگلیسی به معنای چماخ هست، البته در بازی گلف و هاکی هم باز بهش بگن کلاب. من خودم نتونستم چماخ پیدا کنم، این یک گرز آوردم اینجا به جای چماخ، این قبول نیست. من سر چماخ رو دیدم، چماخ اولا پایینش خیلی باریکه، یعنی قسمت سبک و باریکش در دست میگیرن، اون قسمت سنگینشی که اون چماخ زن چماخ به دست به هدف میزنه. بالای چماخ شکل این خاجه، منتها این دوتا سفیدی که اینجا فرو رفته، این سفیدی و این سفیدی رو نداره، اینجا هم سیاست به اصطلاح بالای سجون. بنابراین کلاب به معنای خاج ورق هست و به معنای چماخ هست. خب اونایی که بازی حکم میدونن میگن ایرانی ها بعد دو گروه تقسیم میشن، یا بازی حکم بلدن یا فکر میکنن بلدن، چون هیچ ایرانی اعتراف نمیکنه بلد نیست. چه در بازی بریج، در بازی حکم، خال برتر رو بهش میگن حکم یا ترامپ. مثلا در زبان انگلیسی وقتی بازی میکنی میگن What is the Trump؟ ما در فارسی میگیم حکم خشته، اون میگه Trump is diamond. یعنی اون ورق اون خال برتر رو که چه در بازی حکم ما حکمش میکنیم، چه در بازی بریج بعد از بدینگ میرسیم به اون خال، خال اعلام میکنیم، به اون میگن ترامپ. من این مقاله در حدود 14-15 سال پیش نمیشه، هیچ کاری به نام اسم شخص نداره. خب حالا بنابراین وقتی کسی به انگلیسی میگه today
clubs are trumps یعنی معنی خیلی واضحش معلومه این چی، یعنی امروز حکم فاجعه است. این ظاهر معنیشه، ولی استرایک در زبان انگلیسی هست. وقتی کسی میگه today clubs are trumps یعنی امروز حکم با شما هست، یعنی امروز قانون شما حاکم است. اینم خواستم گفته باشم که این یک استرایک دیگه نشون میدم که این مجموعه رو کامل بکنم. سوء استفاده نازی های آریایی هست که از اون آرم ما به عنوان SS دوتا S استفاده کردن اینجا، و بعد صلیب شکسته که ضد یهود هستش رو اینو همین درست کردن به نام سواستیکا. منتها سواستیکا حالا اولا که آمدن گفتن که این واقعا سوء استفاده کرده از این علامت، برای اینکه برعکس تفکر بشر دوستانه ایرانیان باستان و منشور کوروش هست. و سواستیکا، سواستیک در توی اوستا به هواستیکه گفته میشه که هو استی که. خب این که استیش که همون هستیه، که هم یعنی مثل مانند، عربی هم همینطور میگن که مثل الفلان، و کلمه هو یعنی خوب. هو خوب یعنی خوب، یعنی مزیت، یعنی فضیلت. کلمه هنر در اصل بوده هو نر، نرش یعنی مرد، مرد و هوش یعنی فضیلت مرد، تا امروز تبدیل شده به کلمه هنر. این بود کل قضیه. فقط حالا برای اون سخنرانی که برای امریکایی‌ها کردن می‌خواستم بهشون بگم خیلی چیزاتون از ما هست. یلدا تولد خورشید خوبسان هست، یلدا روز اول ماه دی دی هست به خاطر ماه دی، روز مقدس هالیدی یا هالیدی ساندی هست، همون ساندی ما هست، همه میدونیم اینو. در این اسلاید خواهیم میگیم که تقویم میلادی که نگاه میکنیم سپتامبر ماه هفتمه. همه دوستان میدونن ست پیشوند عدد هفت هست. من مثالای زیادی دارم در توی مثلا خداوند طبق تورات دنیا رو با در شیش روز آفرید، روز هفتم شد شنبه یا سبت، همین اصلی میاد سبت میادش. و من این مثال همیشه میزنم که عنصر کلور چهار ظرفیتی 1, 3, 5, 7 داره. وقتی از ظرفیت هفت استفاده میشه میگن هپتاکلوراید. هپت سبت ماه هفتمه، سپتامبر هفتمین ماه بعد از نوروز ماست، آنچنان که اکتبر ماه هشتم بعد از نوروز ماست. اکت یعنی هشت، اکتاپوس مثال خوبیش، اکتاپوس یعنی موجود هشت پا، نه که خب در بیشتر زبان‌ها با ان شروع میشه، در انگلیسی ناین، در فرانسه نوفه، اونم ماه نهم بوده بعد از نوروز. و دسامبر هم که دسیمال همه میدونیم سیستم اشاری هست، دسامبر دسیلیتر دسیمیتر الی آخر، این هم ماه دام. این بدونیم که قبلا هم ماهای دیگه بودن یواش یواش به مناسبت های مختلف مثل آگوست به خاطر نام یه نفر اینها به تدریج عوض شدن. و اما اینجا ما این گفتار رو با چند بیت شعر من پایان میبرم. همه خب اون بیت حافظ رو میدونن دیگه، من نیوردم صحبت حکام رو، شب یلدا رو اون همه میدونیم. از ابیات دیگری استفاده میکنم در اینجا که نه، اینا ابیاتی هستن که این دوتا یلدا و کریسمس یه جوری به هم پیوند میدن. حالا از صنایع هست، ببینید شعر مال 900 سال پیشه، میگه به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی. میگه اگر بخوای مشهور بشی خود رو به آدم خیلی به نام نزدیک بکن. به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی، که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا. اینجا یلدا یعنی یلدای ما. میگه به خاطر اینکه روی منطبق شده، البته کاملا منطبق نیست در زمان بله در زمان صنایع مطلقا 22 نبوده 25 بوده، ولی به حسب این معلوم میشه که اطلاع داشته از جریان قضیه، از تاریخچه قضیه، که میگه که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا. یلدای ما به واسطه کریسمس معروف میشه. بیت دو بیت متوالی است از دوست خسرو. ببینید 1003 فوت کرده. من در سال 2003 رفتم تاجیکستان، 1000مین سال دوست خسرو بود. 1000 سال پیش میگه گرزی تو قول ترسا مجهول است، یعنی اگر تو نمیفهمی یه عیسوی چی میگه معروف نیست قول تو زی ترسا، اونم نمیفهمه تو چی میگی. یک شنبه است از اون ز تو آدینه،
تو لیل قدر داری و او یلدا. اینجا یلدا یعنی تولد مسیح. و من این اضافه کنم، درست سخنرانی گفتار ما راجع به یلدا است، همه هم گفتیم کلمه یلدایی که سوریانی ها به کار می بردن برای شب یلدا نبوده. یلدا یعنی تولد مسیح. ما چون بعد که منطبق شد با هم دیگه، ما نام، ما این آیین رو داشتیم از خیلی قدیم، از قرن‌ها قبل، ولی اون نام یلدا رو که برای تولد مسیح بوده وام گرفتیم، گوشیم روی مراسم خودمون. یک شنبه است از او ز تو آدینه، تو لیل قدر داری، که لیل قدر بود مذهبیشه، کاری به شب یلدای ما نداره، و او یلدا. بیتی هست از اوحدی مراقعی میگه شب هجرانت ای دلبر شب یلدا است پنداری، فقط به خاطر دوری معشوق رو هر شبی که باشه براش طولانی جلوه میکنه. شب هجرانت ای دلبر شب یلدا است پنداری، رخت نوروز و دیدار تو عید ماست پنداری. همین مضمون رو سعدی خیلی زیبا میگه، میگه نظر به روی تو هر بامداد نوروزی است، شب فراق تو هر شب که هست یلدایی است. این بیت شاید به نظر من شاید یکی از زیباترین اشعار باشه. اجازه بدید با هم میخونیم و معنی میکنیم. مثل اول که خیلی روشنه، میگه هست در سالی شبی ایام را یلدا. میگه در همه سال فقط یک شب یلدا وجود داره، فقط یک شب، ولیکن کس نشان ندهد که ماهی را دو شب یلدا بود. میگه یک سال یه شب یلدا داریم، و چطور ممکنه یه ماه در یک ماه ما دو تا یلدا داشته باشیم؟ اولا یلدا در اینجا، دو شب یلدا، به دو رشته موی سیاه بلند گفته میشه. این ماهی که اینجا میگه ظاهرا که میخونیم چون مثل اول ساله، خود به خود ما این ماه رو ماه سیروز یعنی ماه تقویم معنی میکنیم، ولی اینجا قرص ماه صورت معشوقه. از یک طرف میگه این ماه دلبر من، معشوق من، که یک صورت گرد مثل ماه داره و دو تا رشته گیسوی سیاه هم داره، انگار این قرص ماه دو تا یلدا داره، و ماه رو باید شما به معنای تقویمیش بگیرید که دو شب یلدا هم در اون ماه ممکن باشه. بیت زیبایی هست. این رو هم پایان بخش قرار میدیم که در میان ما ایرانیان هنوز این رسم دیرین برجاست که در بلندترین شب سال یا شب چله افراد خانواده گرد هم می آیند و آجیل و شیرینی و هندوانه و انار و غیره می خورند و با حرف و خاطره و فال حافظ تا سحر بیدار می نشینند تا برآمدن آفتاب را نظاره کنند. رسم آیینی که صدا و سیمایش در هیاهو و سیطره مسیحیت به سختی شنیده و دیده می شود. از توجهی که دوستان فرمودن صمیمانه سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر گرامی، بسیار روشنگر و جالب بود. قطعا من خودم دوباره باید برم ویدیو جلسه رو ببینم، برای من خیلی جالب بود، مطمئنم برای بقیه دوستانم همینطور. از وقتی گذاشتین و مطالبی که فرمودین بسیار سپاسگزارم. من ساعتمو آقای دکتر نگاه میکنم، دقیقا نگاه میکنم، از وقتی میکروفون من دادی شده 49 دقیقه. بله بله بله، شما دقیقا همونطوری که قول دادین. بله بسیار عالی. دوستان من فکر میکنم که الان اگر آقای دکتر گرامی به فرصت و حوصله دارن ما بخش پرسش و پاسخ بریم. طبق معمول هر هفته، هر جلسه البته، ما قرارمون بر این هست که از دوستان خواهش بکنیم که لطف بکنن صحبتاشون رو در حدود 3 دقیقه محدود بکنن. اگر نکته‌ای دارن که میخوان بیان کنن یا اینکه پرسششون رو بفرمان، حد اکثر 3 دقیقه محدود بکنیم، برای اینکه بتونیم هم پاسخ آقای دکتر گرامی رو داشته باشیم، که ازشون هم پایش میکنم که پاسخشون رو موجز در همون حد بفرمان، و اینکه بقیه دوستان هم این امکان رو داشته باشن که سوالاتشون رو مطرح بکنن. من خدمتتون عرض میکنم که پاسخ من اگر پاسخی باشه از موجز تجاوز نخواهد کرد، من چندان پاسخی ندارم. بله سپاسگزارم. خواهش میکنم که
یا اینکه اون علامت ریز هند رو که در پایین صفحه هست در قسمت ریاکشن علامت ریز هند رو بزنی، یا اینکه در قسمت چت اسمتون رو مرقوم بفرمایید، من به ترتیب اسامی رو مطرح میکنم که سوال کنم. الان من کسی رو که دارم آقای دکتر حاجری گل هستن، ایشون سوال. آقای دکتر حاجری ببخشید، من آقای دکتر حاجری گل رو دیدم که دستشون بالاست و فعلا کسی دیگر رو نمیبینم. بعد از ایشون منتظر میشیم که دوستان دیگه سوال داشته باشن. آقای دکتر حاجری گل بفرمایید. آقای دکتر گرامی بی نهایت سپاسگزار، خیلی روشنگر، در عین اینکه شاید بعضی ها دنبال یه سخنرانی خیلی پیچیده و عجیب غریب میگشتن، ولی خیلی گویا، خیلی روشن بود. بی نهایت سپاسگزاری. من دو تا سوال داشتم. یه سوالم، البته شاید توی اون مسیر تحقیق شما کمتر بوده، ولی خب معروفی که کنستانتین کسی بود که مسیحیت رو به عنوان دین رسمی روم ها به رسمیت شناخت. میخواستم ببینم تو تحقیقایی که کردین یا این چیزایی که دیدین، آیا اون هم کاراش در ارتباط با مردم مثل بقیه امپراتورها و شاههای دیگه‌ای که وقتی که یک مذهبی رو توی مملکتشون به رسمیت گذاشتن و شناختن رفتار کردن، یعنی اینکه اگر کسی قبول نمی‌کرد حمام خون رو انداخته، برخوردین یا نخوردین؟ ممکنه بر نخورده باشین چون کار شما و تحقیق شما ربطی به این قضیه نداشت، ولی برای من جالبه بدونم که آیا اونا هم همون رفتار شاه اسماعیل صفوی رو یا سلطان عثمانی رو یا دیگران رو داشتن در ارتباط با انتخاب دین رسمی مملکتشون. اگر نه که خب پیچ. دوم اینکه سالهای پیش، یعنی فکر میکنم یه 30 سال بیشتر میشه، من از یه دوست عزیز شنیدم که در غرب و در مسیحیت حتی سال نو را هم همون اول بهاری که ما جشن میگیریم میگرفتیم، به تدریج برای اینکه اروپا خودش رو جدا بکنه از شرق، این را منتقل کرده به اول ژانویه. آیا شما تو تحقیقاتتون به هم چیزی دیدین، رسیدین، یا اینکه این گفته و یک دوستی برای من این رو تعریف میکرد، کسی که تو اروپا خیلی زندگی کرده بود و مطالعه کرده بود، به من میگفتش که وقتی برگردیم به قرون وسطا در اروپا سال نو رو اول بهار جشن میگرفتن، ولی بعد منتقل شده به ژانویه برای اینکه خودشون رو دیستینکت بکنن از غرب، از شرق ببخشید. آیا به هم چیزی برخورد کردین؟ اصلا اول دومی رو میگی. این در این روزهایی که گفتیم که میگین قرون وسطا، به نظر من خیلی از زمان کنستانتین به بعد توی دیسمبر بوده، حالا یا 22 یا 25، ولی من اشاره کردم که در زمانی، نه قرون وسطا، خیلی خیلی قدیمتر از اون، یعنی قبل از کنستانتین، در 15 مارس، حالا 15 مارس بود یا 22 مارس بود، اون زیاد فرقی نمی کنه، ممکنه همچین موقعی بوده باشه، ولی من گمان نمی کنم ارتباطی به نوروز ما داشته، چون حتی نوروز ما بود با یلدا ارتباط، نمی دونم جواب شما. من بیشتر سوالاتی خواهد شد، صادقانه میگم، از قلبم میگم، واقعا نمی دونم. و این سوال قبلیتون که می فرمایید که آیا او هم ضرب و شتم مثلا شاهان صفوی رو داشته نداشته باشه، من ندیدم از او به عنوان یک دیکتاتور نام میبرند، ولی لزوما همه دیکتاتورها زمین که اعمال زور میکنن لزوما خونریز نیستن، ممکنه فقط اعمال زور بکنن. من چنین شقاوتی که شما اشاره کردین در صفویه در هیچ جا از کنستانتین ندیدم، ولی میدونم که این مسیحیت رو با اقتدار اعمال کرد و مردم رو وادار کرد، ولی تا چه اندازه شقاوت داشته دیگه این روزها ما شقاوت‌های اونجوری زیاد دربارش فکر نمی‌کنیم. نمی‌دانم. صداتون قطع شد. متشکرم، سپاسگزارم. بله سپاسگزارم.
من الان آقای لطفعلیان دستشون بالاست. من الان کسی دیگر. بله آقای لطفعلیان بفهم رو خواهش میکنم. آقای لطفعلیان لطفا میکروفونتون رو باز بفرمایید. آن میوت کنید. آقای لطفعلیان اردشیر خان آن میوت بفرمایید. میکروفونتون رو باز کنید لطفا. الان میخواد باز کنید. بله بفرمایید. بله و میل داشتم که با این مطالعاتی که در این زمینه دارید یه تفسیری از این بیت بکنید. در این بیت با این مطلب شروع میشه: بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سر آید. بعد میگوید صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید خواه بو که برایه. کمی راجع به این بریم. من اشاره کردم که چون در همه مجالس یلدا همه این بیت رو میگن، از این بیت من فرار کردم، ولی اشاره کردم که این بیت همه جاست. من گمان میکنم دوست عزیز معناش از اون ابیات حافظه که خیلی روشنه. میگه صحبت حکام، صحبت که میدونید معنیش همنشینیه، حکام هم که میگه جمع حاکمه، میگه صحبت، میگه همنشینی با این افراد، حالا میخواد رئیس جمهور باشه میخواد نخست وزیر باشه، اینها ظلمت شب یلداست. منظورش اینقدر تیره و تار و طولانی است، یعنی دل انسان تیره میشه از همچین مصاحبتی. منتها امید در مثل دومش امید میده، میگه امیدت به خورشید باشه، چون بالاخره اینم ببینید اتفاقا این بیت هم مثل همون بیت سعدیه. یعنی حافظ توجه داره که در نظام قمری اول شب بعد روزه، یعنی میگه درست همچین شب یلدایی هست صحبت حکام، اینقدر درازاره، اینقدر سیاه دل هستن، ولی تو امیدت به روز فرداش باشه که خورشید میاد بالا دیگه. من گرامه میکنم دوست نازنین، این معنیش روشنه دیگه، یعنی بله امید میده به شخص که در پس من نمیدونم گفتم یا نگفتم در بینی گفتم به نظرم گفتم این که میگن بله در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپیده است، یعنی اول شب هست بعد پایانش سپیده صبح دیگه. حافظ هم داره همینه میگه دیگه. حالا اگر میخواین توضیح بیشتری بدین ما گمان میکنم دوستان خوشحال بشن. شما یه چیزایی بفرمایید. نه خب این همین توضیحی که دادید بسیار وافی به مقصوده و البته خب یه جنبه سیاسی داره و همطور که شما اشاره کردید حافظ به دو جمعیت، به دو گروه زیاد خوشبین نیست، یکی زاهدان ریاییه و یکی هم به حکام هست و در واقع مصاحبت اینا رو خسته کننده و دلتنگی آور توصیف میکنه و میگوید که خب در برابر این تیرگی از خورشید نور بنه، شاید نور خورشید بیرون بیاد و تو رو از دلتنگی برهاند. من فکر میکنم نور خورشید استعاره از اون حکومت بعدی است، نه اینکه دلخوشی حافظ به این باشه که فردا صبح خورشید میزنه و دیگه همه نه بله همه خب اینم مراده. بله همینطور که صحبت اون حکام رو به شب تیره و تار یلدا تشبیه کرده، خواهد بگه شاید حاکم بعدی به منزله نور خورشیدی که میتابه در پی یک شب یلدا، این بوکه میگه، یعنی چنین باشد که، یعنی آرزو میکنه که حکومت بعدی این شکل، حاکم بعدی این شکل نباشه. منظورش برآمدن خورشید نیست، منظورش بله حتما استعارت. خب این غزل اصلا غزل امید بخشیه و اون بیت معروفش صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. و در واقع با اون زمینه اصلی شعر خیلی خوب میخونه. یه بیت دیگه هم که خیلی بر سر زبان ها هست که دیو چو بیرون رود فرشته در آید. بله درست میگه. مصرع اول شعر میگوید که اولو منم یک بار اون مصرع از نه همین مصرع دومیش کافی منظور رو میرسونه.
بله صبر و ظفر از دوستان قدیم من چیز شبیه تو این مایه ها نبود؟ نه اون یه بیت دیگه است. بله اینو شما مصرع دومش رو بگید شاید یه دفعه یاد من بیاد. مصرع دوم که گفتید دیو شو بیرون رود فرشته در آید. آها بله الان یکباره به خاطر من نمیاد. به هر حال ممنون از توضیحتون. رو خانم اگوالت مسعود جان دستشون بالاست. بله بله من فقط ما آقای دکتر گرامی و بقیه دوستان در مورد شب یلدا در مورد اشعار کهن فارسی زیاد صحبت کردن، شاید بد نباشه یک یادآوری هم از مطرح کردن شب یلدا در اشعار نو فارسی کنیم که تا حدی به حال و هوای این روزهای مملکت ما هم میخوره. من یه تیکشو عرض میکنم بعد میریم خدمت خانم. شب که می آید و می کوبد پشت در را، به خودم می گویم اگر از خواب شب یلدا ما برخیزیم، اگر از خواب بلند یلدا برخیزیم، ما همین فردا کاری خواهیم کرد، کاری کارستان. شعری بود از خسرو گل سرخی. بله بسیار عالی. خانم آگوال بفرمایید، کارش می‌کنم در خدمتتون هستم. درود و سپاس برای این برنامه خوبتون. من پرسشی ندارم، من فقط خواستم راجع به پیدایش سال نوی مسیحی سخنی بگم در تکمیل سخن شما، به خاطر اینکه من تاریخ‌دان هستم و دانش آموخته دانشگاه سوربن هستم و من در اونجا آموختم که این ژانویه‌ای که وارد فرهنگ مسیحیت شده به وسیله یکی از امپراتوران بسیار مقتدر روم که خودش اسمش از همین ژانویه از اسم او گرفته شده و به خاطر او نامگذاری شده به وجود اومده. دلیل به وجود آمدنش هم به این خاطر بوده که رومی ها در اون چند سده نخست سال نو نداشتن و ایران پارتی سال نو داشتن که اون طبیعتاً نوروز بوده، یعنی بهار بوده، در بهار بوده و در بهار همیشه جنگ ها که رخ می داده ایرانی ها برای دو هفته از رومی ها به اصطلاح می خواستن که یک به حساب توقف جنگ تقاضا می کردن ازشون. از اونجا رومی ها این را فرا گرفتن که خب ما هم باید سال نو پیدا کنیم و این سال نو رو آوردن گذاشتن بعد از همین تولد مسیح، چون سال نوی مسیحی یا اروپایی بعد از رسمی شدن دین مسیحیته، به این خاطر که بعد از اون میاد. اکنون این که شما فرمودید در پاره موارد در اون سالهای نخستین خود مسیحیت یا امپراتوری روم در فصل بهار جشن می گرفتن که شاید همزمان با همون فرهنگ ایران باشه، خب این طبیعی بوده برای اینکه بزرگترین قدرت دنیای قدیم بوده برای روم و طبیعتاً گرفته خیلی چیزها رو. این یه مورد. یه مورد دیگر هم در مورد همین که به حساب شب یلدا یا شب چله و این کریسمسی که یونانی ها یعنی رومی ها اون را به وجود آوردن، در واقع شخص کنستانتین یعنی امپراتور کنستانتین آزاری به مردم نداد برای اینکه دین را به حساب تحمیل بکنه، اما خود مردم با هم خیلی در امپراتوری روم جنگیدن و بعد قسمتی که بیزانس یا کنستانتینوپول هست اون قسمت یونانی نشین بوده. یونانی ها اتوماتیکلی از ایتالیایی های امروز خوششون نمیمده و یونانی ها ایتالیای امروز رو آریا خطاب میکردن. اینم فراموش نکنید، من در ایران به ما آگاهی های نادرستی رو میدادن در مورد همین شب یلدا و کریسمس مسیحی ها. رومی ها آریایی هم
همچون ما ایرانی ها آریایی هست و این فرهنگ به حساب شب چله یه قسمتی هم از فرهنگ اوناست، ولی خب یه مقدار زیادی هم به خاطر اون فرهنگ میترایی دوره پارتی ها و ساسانی ها این وارد میشه و این گریزی هم ازش نبوده در این مورد. و یعنی میخوام بگم رومی ها هم آریایی بودن. بعد فراموش نکنید که ارمنی ها نخستین قدرتی بودن که مسیحیت رو رسما دین رسمی میکنن، که این همزمان میشه با سده سوم مسیحیت، یعنی دوره ساسانی ها میشه، نه دوره پارتی ها میشه، ببخشید دوره پایانی پارتی ها میشه و رسما میشه. و به خاطر هم بعد از اونها اندکی بعد از اونها گرجی ها دین مسیحیت رو دین رسمی میکنن برای خودشون، یعنی این فرهنگ رو میپذیرن و این باعث میشه که یونانی ها هم و رومی ها هم آروم آروم به این فکر افتادن. به این خاطر دین مسیحیت مثل اون فرهنگ اسلام، حالا چه اون مدل عربیش یا چه مدل آقویون لویش که به وسیله شاه اسماعیل اپلای میشه رو مردم ایران با خون و اون وحشی بازی ها، دین مسیحیت این نبوده، اما یک کلش عظیم فرهنگی رخ میده در ایتالیای سابق بین همین فرهنگ میترایی ها و فرهنگ نوین که به اصطلاح همین بایبلیک ها باشند و مسیحیت باشه. و بعد اگه شما دقت بکنید این واتیکان امروز بیشترین مراسمشون میتراییه، هیچ ربطی هم با فرهنگ بایبلیک و این حرفا نداره. و اگرم باز دقت بکنین این فرهنگ، من در خود سوربن چندین بار همون دستگاه کاتولیک، همون اسکول خود کاتولیک اومدن و آوازهای بسیار کهن رو که در خود مسیحیت خوانده می شده در اون سده های نخستین اومدن و اونا را انجام می دادن. اونجا من یاد گرفتم که به ما گفتن این آوازها و سرودها مال میتراییه، از اونجا وارد فرهنگ رومی ها می شه و گرفته می شه. در هر حال سپاس به ما. فکر می کنم خانم آگوال لازم هست که صحبت کنیم یک جلسه در مورد تاریخ رومی ها و ایرانی ها و ارتباطی که لازم مطرح هست با شما صحبت کنیم. حالا به نظر خیلی جالب میاد، حالا بعدا باهاتون در تماس خواهیم بود. سپاسگزارم. آقای گرامی شما صحبتی داریم در این مورد؟ فقط در تایید فرمایشاتون که چقدر من استفاده کردم بدون هیچ تعارفی، هم تو که فرمودن ای کاش یک جلسه باشه من باشم و یاد بگیرم بیشتر. در تایید صحبت های شما که گفتید، هر چند یک بار ما تو رسانه ها تو تلویزیون میشنویم میگن از زیر کلیسیای فلان آثاری به دست اومد، نمیدونم گلدون فلان، ظرف سفالی فلان، نمیدونم چی. برای اینکه اینها بیشتر کلیساهاشون سرکارخانه میدونن روی محرابه های ما میساختن، بنابراین هر چند مدتی اشاره میکنن میگن که عجیبه این چیزها از اون زیر در اومد. خب معلومه برای اینکه روی محرابه ها ساختین، خب اونا اون زیر هستن دیگه. خیلی ممنون از توضیحاتتون خانم. بله ببخشید، فقط یک کلیسای کاتدرال بزرگ خود ارمنی ها به اسم اچ میادزین، این بر روی کهن‌ترین پرستشگاه میترایی که بله. میترایی بعداً آتشکده شده بله. و یعنی دو بار در واقع سه بار اون تغییر دین میده، از میترایی میاد به آتشکده، از آتشکده میاد به کلیسای ارمنی اچ میادزین. خیلی ممنون خانم. بله سپاسگزارم. ما حتما فکر میکنم در یه جلسه در مورد فرهنگ میترایی باید صحبت کنیم و مطمئنا هم من هم بقیه دوستان استفاده خواهند کرد. حالا حتما برنامه ریزی میکنیم خانم آگوال باهاتون. بسیار عالی. شاید بتونیم به صورت پنل برگزار کنیم که آقای گرامی هم باشن. من کوالیفاید نیستم برای اون پنل. بله بسیار عالی. حالا ما حتما پیگیری خواهیم کرد و فکر می‌کنم برای هممون موضوع جالبی باشه. الان من
دوستی رو نمیبینم که دستشون بالا باشه. اگر لطفا اگر دوستی هستن که صحبتی دارن یا سوالی دارن یا دستتون رو بالا کنین یا اون ریز هند رو بزنین که من ببینم. دکتر الفت ممکنه 2 دقیقه دیگه به من وقت بدید؟ خواهش میکنم. الان چون کسی دیگه نیست من فقط خوشحالم، میخوام یه پارتی بازی کنم. خوشحالم که دوست قدیمی هم دانشگاهی خودم آقای دکتر بهزاد توحیدی رو میبینم، اونجا نشستم. ایشون معمولا خاموش نیستن ولی من نمیدونم چرا چیزی نگفتن. ده حال بفرمایید اردشیر خان، بفرمایید. بله، من سالها پیش شعری درباره یلدا گفتم که الان چون مرد جلوم نیست 3 بیت از اون شعر به یادمه که چون با موضوع صحبت ارتباط داره، اگه دوستان اجازه بدن خدمتشون بخونم. بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر. امشب اگر حدیث ز یلدای دیگری است در راه امشب اگر حدیث یلدای دیگری است در راه نیز موکب فردای دیگری است. در انتظار قافله صبح ماندم، این شام را مگو که درازای دیگری است. گر بسته شد دری به رخت هیچ غم مخور، در راه ما نکوفته درهای دیگری است. این 3 بیت الان به یادم آمد، گفتم در این مجلس بخونم. بعدش در مورد یلدا دکتر گرامی، شما حتما باز به این بیت ناصر خسرو هم برخوردید که از همون کنگام ناصر خسرو که در حدود 1000 سال پیش بوده انتقاد داره به این مسجد و به این بساط دینداری ظاهری و این میدونید روی آوردن مردم به این زاهدان و فروشندگان کالای دین، که میگوید که قندیل ضروری به در مسجد و زان رو مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا. خب این آدم قندیلی که خودش احتیاج داره برای روشنایی خونش اینه برده به در مسجد، در نتیجه این مسجد مثل روز روشن شده ولی دل این به علت تاریکی خونش مثل شب یلدا تیره و تار شده. این بیت هم از ناصر خسرو بیاد منو. تمام راه ها به روم ختم میشه، اون شعرهایی که قبلا خوندی رو، این شعری که از ناصر خسرو خوندی رو، اون ظلمت یلدای، اون صحبت حکام، همه اینها میدونیم که رو به یک سمت داره. بله درست. بسیار عالی. آقای دکتر توحیدی ما رو محروم نکنین از فرانت خودتون دکتر. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی تشکر میکنم از دوست عزیزم آقای دکتر بهرام گرامی که همیشه از حضورشون من فیض بردم. من حرفی برای گفتن ندارم، اینجا هیچ گونه چیزی ندارم که عرضه بکنم، سوالی هم نداشتم، ولی میخواستم از ایشون شخصا تشکر کنم که این فرصت رو ایجاد کردن. و من اگه این طرف هستی بهرام جان ببینیمت، خلاصه میبوسمتون. در ایسکوس هستم تا ببینیم چه میشود. بسیار عالی، سپاسگزارم. دوستان دیگه اگر دوستی هستن که نکته یا پرسشی دارن در خدمتتون باشیم، اگر نه که فکر میکنم من از طرف خودم صمیمانه از آقای دکتر گرامی سپاسگزاری بکنم برای مطلب بسیار جالب و صحبت بسیار آموزندهی که فرمودن، همینطور از نکاتی که بقیه دوستان مطرح کردن. و ویدیوی این جلسه به زودی در کانال یوتیوب بنیاد دماوند ما قرار میدیم که دوستان میتونن به اون مراجعه بکنن و مجددا ببینن. من خودم میگم بازم سپاسگزاری میکنم و از آقای دکتر هاجری گل خواهش میکنم که جلسه رو به اتمام برسونن.
ممنون جناب دکتر الفت، سپاسگزاریم از دکتر گرامی عزیز که دعوت ما رو قبول کردن. خوشحالیم که من خودم شخصا خوشحالم که هر از گاهی توی بنیاد دماوند زیارتشون کردم. امیدوارم که سالم و برقرار باشین، زحماتتون، تحقیقاتتون ادامه پیدا بکنه و ما هم هر از گاهی سرفراز بشیم. به هر حال خوشحال میشیم از دوستانی که تونستن روز شنبهشون رو بذارن و در خدمتشون باشیم. اینا هست، سپاسگزاریم مجددا از دکتر بنومی. اگر دوستان دیگه صحبتی ندارن، سوالی ندارن، کامنتی ندارن، در اصل ختم میکنیم که به بقیه کار روزانهشون دوستان برسن و روزی شنبه خوبی داشته باشن. بهرام عزیز، منم در پایان باز سپاسگزاری میکنم از پذیرش دعوت ما و حضور از راه دور در این مجلس و قرار دیدارمون با دکتر جوادی میذاریم. وقتی برگشتید به حومه بالتیمور حتما ترتیب دیداری خواهیم داد. خیلی جالبه ها، این زوم شده.